درود بر شما، لیلا هستم و شما در حال دیدن برنامه رودست هستید. اکشن. بارها شنیدید که محمد رضا شاه پهلوی دست آخوندها را باز گذاشت و برای آنها کلی مسجد ساخت. همچنین میگویم پادشاه ایران به قدری مذهبی بود که احرام بست و به کعبه شرفیاب شد و بارها هم مدعی شده بود که امام رضا کمکش کرده است. در این برنامه پاسخ کسانی را که مدعی هستند پادشاه فقید اسلام پناه بود با سندهای فراوان خواهیم داد. خانم ها و آقایان، پاسخ به دروغ ایران ستیزان مبنی بر اسلام پروری محمد رضا شاه پهلوی موضوع این هفته برنامه رودسته. در گام نخست باید آشنایی کوتاهی با قوانین مشروطه داشته باشیم. قانون مشروطه را از بچه های رودست کوتاه میشنویم. قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران بود که در 8 دی 1285 خورشیدی 14 ذی قعده 1324 قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال 1357 پا بر جا بود. این قانون که توسط اصلاحگران آن دوره به منظور کوتاه کردن دست سلطانهای قجر از حکومت تنظیم شده بود 51 ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد. از آنجایی که 1400 سال اسلام در جرفنای جامعه ما رخنه کرده بود، پادشاه کشور می بایست مسلمان و حتی مروج دین اسلام در کشور می بود. اصل اول قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 شمسی، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشری است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. طبق اصل اول قانون مشروطه پادشاه ایران نه تنها باید به اسلام باور می داشت، بلکه باید مروج دین اسلام در ایران می بود. اما آمار اجرایی به ما نشان می‌دهد پادشاه فقید تن به ترویج اسلام در ایران نداده است. در اصل دوم قانون مشروطه شورای را مثلا به نام ملی تعیین می‌کنند که می‌بایست مصوبات مجلس را با شرع اسلام مطابقت دهد و سپس تایید یا رد کند. اما رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی اصل دوم قانون مشروطه را به بهانه‌های گوناگون معطل نگه داشتند و اجرا نکردند. به اصل دوم قانون مشروطه توجه بفرمایید. اصل دوم قانون مشروطه ایران، مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثیر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از عصار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعی با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات و وجودهم بوده و هست. لحاظا رسماً مقرر است در هر عصری از عصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، 5 نفر از آنها و یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و قرعه‌رسی نموده و هر یک از مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونی از پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. اگر رضا شاه بزرگ و پادشاه فقید اصل ارتجایی دوم قانون مشروطه را اجرا می کردن،
در واقع از همان آغاز پادشاهی پهلوی ها ولایت فقیه در کشورمان برپا می شد. همواره مخالفین پادشاه فقیه به ویژه تروریست های فدایی خلق و مصدقی ها از این ناراحت هستند که چرا پادشاه به قوانین مشروطه پشت کرد و چرا شاهان پهلوی قانون مشروطه اصل دوم را اجرا نکردند و زودتر از این ولایت فقیه در ایران حاکم نشد. بارها از سوی دشمنان خاندان پهلوی شنیده اید که در زمان پادشاه فقید 55,000 مسجد ساخته شده است. البته زبان که استخون ندارد و این حضرات به جای 55,000 تا میتوانند بگوین 55,000,000 مسجد ساخته شده است. سندهای زیادی وجود دارد تا ارقام واقعی ساخت مسجد را در زمان محمد رضا شاه پهلوی بدانیم، اما اینجا فقط به یکی از آنها اشاره میکنه. عباس عبدی از پژوهشگران مخالف شاهان پهلوی که اتفاقا اصلاح طلب هم میباشد و به ولایت فقیه التزام دارد در این مورد پژوهش کرده و میگوید تنها 950 تا مسجد در زمان پادشاه فقید ساخته شده است. آمار واقعی ساخت و سازها در زمان محمد رضا شاه پهلوی که توسط عباس عبدی پژوهشگر اصلاح طلب تدوین شده به شرح زیر می باشد. ساخت مسجد 950 عدد، تعمیر مسجد 8200 مورد، ساخت مدرسه در روستاها 10700 واحد، ساخت حمام عمومی 5000 مورد، ساخت ورزشگاه 7500 عدد، ساخت درمانگاه 1422 مورد و ساخت صدها جاده، موزه، سینما، دیسکو، سالن تئاتر، کاباره، پارک، برگزاری مراسم‌های فرهنگی برای فردوسی بزرگ، خیام، حافظ، جشنواره شیراز، برگزاری جشن‌های 2500 ساله و غیره را می‌توان به این لیست اضافه کرد. نکته جالب اینجاست که کمتر از 5% از بودجه ساخت مساجد از طرف دولت تأمین شده است و بیش از 95% از ساخت مساجد به وسیله توده مردم و به ویژه بازاریان تأمین شده است. بازاریان که همیشه برای ساخت و ساز مساجد خرج می‌کردند، با توجه به رشد اقتصادی بی‌نظیری که حاصل هوشمندی پادشاه فقید بود، دستشان برای ساخت مساجد بازتر شده بود. و باز هم جالب اینجاست که این مساجد توسط اسلامگرایان حامی خمینی ساخته نشده بود، بلکه بودجه این مساجد به وسیله بازاریان تأمین شده بود که به لطف اقتصاد سالم وضعشان خوب بود. برعکس ساخت مساجد که بودجهش کمتر از 5% از سوی دولت تأمین گشته بود، برای ساخت مدارس، ورزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی حمام‌های عمومی بودجهش بیش از 95% از سوی دولت پرداخت شده بود. یعنی اینکه پادشاه فقید برای ساخت مسجد به اندازه ساخت حمام عمومی هم ارزشی قائل نبوده. به بخشی از سخنان جناب پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، در کتاب در دامگه حادثه در رابطه با ساخت مساجد توجه بفرمایید. برخی بعد از انقلاب ساختن تعداد کثیری مسجد و حسینیه در سراسر کشور در سالهای قبل از انقلاب را ناشی از عدم توجه شاه و ساواک به خطر روحانیت برای کشور می شمارند که این ادعا اصلا صحیح نیست. در اون سالها دو عامل موجب ایجاد مساجد و تکایای بیشتر بود. یکی بالا رفتن سطح درآمد مردم، به خصوص بازاریان و افراد متدین که این اشخاص بیشتر از پیش حاضر به کمک مالی در امور مذهبی بودند، و عامل دیگر تجدد ستیزی برخی از طبقات باز هم سنتی و مذهبی در مقابل موج وسیع و سریع تجدد و غرب‌گرایی و به قول آنها نفوذ فرهنگ وارداتی و بی‌بندوباری در جامعه بود. گروه‌های افراطی و طرفداران خمینی سهم بزرگتری در افزایش مساجد و تکایا نداشتند، ولی البته موقعی که در سال‌های آخر به آنها فرصت داده شد که علناً به صحنه بیایند، آنها از این مراکز به نفع خود استفاده کردند. ن
نکته قابل تأمل اینجاست که کسانی که پادشاه فقید را متهم به اسلام گرایی میکنند توجه ندارند در جامعه‌ای که مردمش اسلام زده هستند و حتی اپوزیسیونش از چپ تا سکولارش تا بیخوبون اسلام گرا میباشند، پادشاه فقید با توجه به قوانین مشروطه‌اش که او را ملزم به اسلام گرایی میکند چه کارهای ارزنده‌ای انجام داده. برای نمونه به سخنان خسرو گل سرخی به عنوان یک فعال چپگرا و ضد حکومت پادشاهی توجه بفرمایید که چگونه از امام حسینش به سوسیالیست رسیده و با لنین مشرف گشته. انما الحیات و عقیدت الجهاد، سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز میکنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. از اسلام سخنم را آغاز کردم. اسلام حقیقی در ایران همواره دین خود را به جنبش‌های رهایی بخش ایران پرداخته است. هنگامی که مارکس میگوید در یک جامعه طبقاتی و مولا علی میگوید زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست، آنچه را که خلقها تکرار چندردم میکنند راه مولا حسین است و ما نیز چنین اسلامی را، اسلام حسینی و اسلام مولا علی را تایید میکنیم. ایران ستیزان از چپ گرفته تا ملی مذهبی محمد مصدق را پدر سکولار ایران میدانند. حالا چند نمونه را نشان میدهیم این پدر سکولارهای ایران ستیزان که اپوزیسیون اصلی پادشاه فقید را تشکیل میداد چقدر سکولار بوده است. وصیت‌نامه مصدق و تخصیص بودجه برای خرید نماز و روزه و حج که صراحتا نوشته است هرچه باقی ماند برای نماز و روزه و حج این جانب به کار برند. اکنون به این عکس های پدر سکولارهای ایران ستیزان توجه بفرمایید. رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی تا پیش از اینکه به مقام دولتی برسن و طبق قوانین مشروطه موظف به گسترش اسلام شوند هیچ کاری برای اسلام انجام ندادن و حتی پس از اینکه به مقام دولتی رسیدن و قوانین مشروطه آنان را مجبور به گسترش اسلام میکنن به این قوانین ارتجایی پشت میکنن. ولی آقای مصدق پیش از اینکه به مقام دولتی برسن در کشور سوئیس پایان نامه خودشونو به نام وصیت در اسلام ارائه میدن. سپس هم که نخست وزیر میشوند که هیچ جای قانون مشروطه ایشان را موظف به گسترش اسلام نمیکنن. اما ایشان همواره با آخوندات هم خور بودن و در نهایت هم در صحن علنی مجلس هر جا میخواستن حرفشون رو ثابت کنن عجیب کتشون یک قرآن جیبی رو در می آوردن. البته در کنار شرایط اسلام زده ایران عامل دیگری باعث می شد که محمد رضا شاه پهلوی به صورت مستقیم مذهبیون را محدود نکند. دلیل پادشاه گسترش جاسوسان شوروی به منظور تجزیه ایران بود که باعث می شد دست پادشاه در مقابل با مذهبیون کوتاه شود. پس از فروپاشی روسیه تزاری و روی کار آمدن شوروی کمونیستی، خطر تجزیه ایران روز افزون شد. اکنون اسناد زیادی از سازمان امنیتی کاگبه به دست آمده که استالین دستور درست کردن گروه‌های قمگرا و تجزیه طلب حول محور چپگرایی را در ایران داده است تا بتواند ایران را تجزیه کند و بخش‌های جدا شده را ضمیمه شوروی بکند. در این مورد که پادشاه فقید از بیم تجزیه ایران توسط کمونیست‌های حامی شوروی برای مقابله با اسلام‌گرایی دستش کوتاه بود، سندهای فراوانی وجود دارد. ولی پروانه بدهید برای طولانی نشدن برنامه تنها به شعری از محمد رضا عالی پیام که به زیبایی در چند بیت پاسخ بیخردانی که میگویند پادشاه ایران مذهبی بوده را بدهیم. گفت اصلا ولش کن این اقلام، پس دعوای ما سر اسلام، شاه پرکینه با تمام وجود از چه با دینمان مخالف بود. دین اسلام بود در خفقان، علمای بزرگ در زندان، دیدم او را در اشتباه از بیخ، پاک بیگانه است با تاریخ. گفتمش خیر حضرت آقا، وحشت شاه بود از چپها، روسیه بیخ گوش ایران بود، نگرانی شاه از ایشان بود، در مسافه عقیده کمونیست غیر از اسلام حربه ای کو نیست.
در چنین شرایط اسلام زده‌ای در ایران که پدر سکولارهایش محمد مصدق بود و سوسیالیست‌هایش احسان طبری، کیانوری و خسرو گل سرخی بودند و قانون اساسی هم پادشاه را مجبور به اسلام گرایی می‌کند، پادشاه فقید کاری می‌کنند کارستان. پادشاه فقید در برابر این اسلام گرایی در بخش اجرایی می‌ایستد و پس از 1400 سال دست اقلیت‌های مذهبی را باز می‌گذارد تا جایی که یک اقلیت مذهبی به راحتی می‌توانست در ایران به مانند خانم فرخرو پارسا به عنوان یک بهائی وزیر کشور شود. همچنین پادشاه فقید برخلاف جو اسلام زده و قوانین اسلامگرای مشروطه برای نخستین بار اجازه می‌دهد اقلیت‌های مذهبی به کتاب مقدس خودشان برای به دست آوردن شغل‌های حساس سوگند بخورند. پادشاه فقید با انقلاب سپید قوانین اسلام زده مشروطه را نادیده می‌گیرد و برای نخستین بار در ایران به زنان حق رأی داده می‌شود. پس از تصویب قانون حق رأی به زنان ایران، اپوزیسیون پادشاه فقید از خمینی بگیرید تا چپ‌ها و حامیان پدر سکولارها آقای مصدق السلطنه آشوب 15 خرداد 1342 را به راه می‌اندازند و پادشاه فقید با اقتدار در دفاع از حق رأی زنان این آشوب ایران ستیزان را سرکوب می‌نمایند. همچنین پادشاه فقید با نادیده گرفتن قوانین مشروطه و برخلاف قوانین اسلامی پس از 1400 سال برای نخستین بار تاج پادشاهی را بر سر اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی می‌گذارند و ایشان را نائب خود می‌دانند. امروز در بهترین حالت عده‌ای ناگاه با نشان دادن عکس‌های محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو ایران در مکه و حرم رضا امام تازیان می‌خواهند ثابت کنند پادشاه فقید مذهبی بودند، ولی اینان توجه ندارند که پادشاه فقید در بخش اجرایی اسلام را به شدت محدود کرده بود و با وجود چنین عکس‌هایی در مکه و اماکن مذهبی باز دشمنان ایران وی را کافر می دانستند و بر علیهش شورش 57 را به پا کردند. افرادی که با نشان دادن عکس پادشاه در اماکن مذهبی قصد جعل تاریخ را دارند، این نکته را در نظر نمی گیرند که پادشاه فقید تمامی بودجه مملکت را صرف ایران گرایی نمودند و در عمل هیچ کاری برای گسترش اسلام در ایران انجام ندادند. برگزاری جشن‌های 2500 ساله و برگزاری صدها مراسم یادبود برای چهره‌های ملی و ادبی از جمله فردوسی بزرگ و ساختن صدها یادبود از جمله برج شهیاد و آرامگاه فردوسی توسط پادشاه فقید و عدم بودجه دولتی به منظور گسترش اسلام در ایران سخن یاوه‌گویان را بی‌اعتبار می‌کند. در نهایت امروز بیش از 95% از حامیان شاهان ایران ساز پهلوی نه تنها اسلامگران نیستند بلکه اسلام ستیز می باشند، ولی از سوی دیگر 90% از مخالفین پادشاه فقید از لایه‌های مختلف چپ بگیریم تا هواداران مصدق که خود را سکولار می نامند نه تنها انتقادی از اسلام نکردند بلکه همچنان خود را مسلمان می دانند و مراسم اسلامی مانند نماز خواندن و روزه گرفتن را انجام می دهند. می گویند هر کس را بایستی با مخالفین و هوادارانش شناخت و ما امروز با نگاهی به هواداران پادشاه فقید در می یابیم که ایشان تمامی تلاش خود را برای کوتاه کردن دست اسلام از ایران انجام دادند و اتفاقا این مخالفین ایشان بودند و هستند که همچنان به اسلام محمدیشان باور دارند. و در یک کلام، اگر پادشاه فقید اسلام پرور بودند، امروز میراثشان که همان هواداران ایشان میباشد در صدر اسلام ستیزان نبودند و جالب اینجاست که میراث مخالفین ایشان از جمله مصدق هوادارانی هستند که هنوز خود را مسلمان می‌دانند.
اگه در این برنامه احساس کردید حرف حساب و روشنگری شده، با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را حمایت کنید. برای بیشتر دیده شدن این برنامه ها در فضای مجازی اسپانسر مالی رودست شوید. این برنامه را که هم اکنون دیدید برای تو دهنی زدن به مخالفین پادشاه که میگویند ایشان مذهبی بودند، تا اونجا که میتونید به اشتراک بگذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج فیسبوک رودستم یادتون نره. ایران بزرگ، آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی، رودستی دیگر، پاینده ایران، بدرود.